به نام خدا. سلام، به اپیزود 50 از سلفی کست خوش اومدید. سلفی کست در مورد خودشناسیه و در این برنامه میخواییم راجع به استعداد با مدل جانسون اوکانر صحبت بکنیم. استعداد بخش مهم وجود هر فردیه که با کشف اون میتونه موفقیتش رو تا حدود زیادی در اون زمینه تضمین بکنه. ما در هر زمینه‌ای که استعداد داشته باشیم، معنیش اینه که سرعت یادگیریمون در اون زمینه بالا هست و اون کار رو نسبت به سایرین خیلی بهتر انجام میدیم. مثلا اگر استعداد من نقاشی باشه، من نقاشی رو سریعتر از دیگران یاد میگیرم و بهتر از دیگران نقاشی میکنم. جانسون اوکانر مسئول استعدادیابی شرکت مطرح جنرال الکتریک بوده که مدلی رو طراحی میکنه تا بتونه با توجه به نیازهای اون شرکت هر کدوم از کارمندان دقیقاً وظایفی رو بر عهده بگیرن که استعدادشو دارن و وقتی چنین اتفاقی میفته منجر به بالاترین کارایی منابع انسانی میشه و نتیجهش میشه پیشرفت حداکثری شرکت. اما این مدل میتونه برای ما هم مفید باشه و ما با تحلیل هر کدوم از استعدادهای معرفی شده در این مدل اونها رو در خودمون میتونیم جستجو بکنیم. اولین استعدادی که میخوام معرفی بکنم یک استعداد عجیبه که فکر میکنم فقط من به فارسی ترجمهش کردم و در منابع فارسی من یه همچین استعدادی رو ندیدم. اسم این استعداد تداعی معانی ذهنی و عینی هستش. تداعی معانی ذهنی یعنی اینکه اگر شما مطلبی رو بیاموزید یا بشنوید یا جایی بخونید و بخواید اونو در تخصص خودتون پیاده بکنین و به تنهایی این کار رو انجام بدین، شما استعداد تداعی معانی ذهنی دارید و بهتره که سراغ مشاغل تخصصی و انفرادی برید. تداعی معانی عینی یعنی اینکه اگر شما مطلبی رو بیاموزید یا بشنوید یا بخونید و بخواید یک کاری انجام بدید که از دیگران کمک بگیرید و خودتون به تنهایی انجامش ندین، شما استعداد تداعی معانی عینی دارید و بهتره که سراغ مشاغل مدیریتی و کارهای گروهی برید. لطفاً بعد از معرفی هر استعداد ویدیو رو لحظاتی متوقف کنید و ببینید که آیا این استعدادها در شما هست یا نه. همین الان به این فکر کنید که شما در کدوم دسته قرار میگیرید و استعداد شما بیشتر به کدوم میخوره و آیا شغل و رشته تحصیلیتون هماهنگ با این استعدادها هست یا نه. استعداد بعدی تجسم فضایی و درک ساختار هاست. این استعداد شبیه هوش فضایی هاوارد گاردنره که در اپیزود هوش‌های چنگانه در موردش صحبت کردیم. اگر تجسم اشیا به صورت سه‌بعدی و چرخوندن اونها در ذهنتون براتون آسونه و اگر در تعمیر کردن وسایل خراب و ساختن چیزهای مختلف خوب هستین، یعنی شما این استعداد رو دارید. یک سری آزمون هم هست که برای هر استعداد طراحی شده که من راجع به اونها صحبت نمی‌کنم و می‌خوام در این اپیزود فقط از راه فهم و تحلیل این استعدادها اونها رو در خودتون پیدا بکنید. این استعداد برای مشاغلی مثل معمار و طراح و نقاش مناسبه. استعداد بعدی استعداد استقرا هستش. استقرا یعنی دیدن شباهت‌ها در بین تفاوت‌ها. اگر شما وجه اشتراک اشیا و افراد رو خیلی زود پیدا می‌کنید و اگر در حل مسئله دنبال قوانین و رویه‌های ثابت هستید و اونها رو پیدا می‌کنید و برای حل مسائلتون الگوگیری می‌کنید، شما این استعداد رو دارید. این استعداد به درد شغلایی مثل محقق، منتقد، مشاور و پزشک می‌خوره. استعداد چهارم ایده پردازیه. اگه شما همیشه برای هر کاری هزاران ایده به ذهنتون میاد و به منطقی بودن این ایده ها هم کاری ندارید، این استعداد رو دارید و در مشاغلی مثل فروش، تبلیغات و نویسندگی میتونید موفق باشید. استعداد بعدی خوندن و درک تصاویر با سرعت بالاست. اگه شما نسبت به دیگران اعداد و کلمات رو سریع‌تر می‌خونید و تصاویر و نمودارها رو زودتر فهم می‌کنید، شما این استعداد رو دارید. و یادتون باشه که این با مهارت تندخوانی متفاوته، چون این حالت در شما به صورت ذاتی هستش و کسانی که تندخوانی رو یاد می‌گیرن، مهارتش رو در خودشون پرورش میدن و این استعداد به درد مشاغلی مثل امور بانکی و حسابداری می‌خوره. استعداد بعدی استدلال تحلیلیه. اگه شما مدیریت و برنامه ریزیتون خوبه، برای مجالس مختلف خوب کارا رو اولویت بندی میکنید و همچنین چیستان و معماها رو خوب حل میکنید، این استعداد رو دارید و در مشاغلی مثل مشاغل مدیریتی میتونید موفق باشید. استعداد بعدی کار با اعداده. این استعداد شبیه هوش ریاضی هاوارد گاردنره. اگه شما اعداد رو خوب به خاطر میسپرید و الگوهای عددی رو خوب درک و پیدا میکنید، این استعداد رو دارید و در مشاغل تحلیل مالی و اقتصاددان و ریاضیدان میتونید موفق باشید. استعداد بعدی تشخیص صدا و موسیقیه. اگه شما ملودی آهنگا رو خوب به خاطر میسپارید و فرکانس صداها رو خوب تشخیص میدید، یعنی میتونید بگید که خواننده روی چه نوتی داره میخونه و یا صداشو تقلید کنید و یا ریتم آهنگا رو به خوبی درک میکنید، این استعداد رو دارید و در کلیه مشاغل مربوط به موسیقی و صدا مثل صدابرداری میتونید موفق باشید.
استعداد بعدی اسمش سیلوگرامه. اگه به زبانهای خارجی، فرقی نداره چه زبانی، علاقه دارید و خیلی زود و راحت یاد میگیرید و اگر کلمات خارجی رو از روی فیلمها میتونید تشخیص بدید، شما این استعداد رو دارید و میتونید در مشاغلی مثل مترجم و مدرس زبان بدرخشید. استعداد بعدی حافظه طراحیه که شبیه استعداد تجسم فضاییه، با این تفاوت که در این استعداد نقش حافظه و کارکرد اون پررنگ تره. مثلا اگر کسی یک بار فضایی رو ببینه و بعد از اون محل رو ترک کنه و شروع به طراحی کردن اون فضا بکنه، این استعداد رو داره. اگه شما هم با یه بار دیدن یک فضایی میتونین اون رو به خاطر بسپرید و طراحی کنید، این استعداد رو دارید و در مشاغلی مثل معماری، طراحی و پزشکی میتونید بدرخشید. استعداد بعدی تشخیص و تفکیک رنگ هاست. اگر شما رنگ های شبیه هم رو خوب میتونید از همدیگه تشخیص بدید و اگر اسم همه رنگ ها رو میدونید و اگر در ترکیب رنگ ها و ساختن یه رنگ جدید توانایی دارید، این استعداد در شما وجود داره. بعضیا فکر میکنن این استعداد فقط در خانم هاست، ولی اینطوری نیست. البته نسبت به تعداد خانم ها بهتر از آقایون هستن. این استعداد به درد مشاغلی مثل طراح لباس و طراحی تزیینات داخلی ساختمان میخوره. استعداد بعدی طراحی بصری یا خلق آثار هنریه. این استعداد هم شبیه هوش فضایی هاوارد گاردنره و هم شبیه استعداد حافظه طراحی و استعداد تجسم فضایی. اما یه تفاوت مهم داره و اون هم اینه که کسانی که این استعداد رو دارن مفاهیم مختلف رو وارد طراحی میکنن. مثلا کسانی که خودروی مفهومی طراحی میکنن که بهشون میگن کانسپت دیزاینر، و یا کسانی که نقشای اسلامی رو طراحی میکنن مفاهیم تئوری رو تبدیل به تصاویر هم معنی با اون میکنن و طراحی رو انجام میدن. اگر شما هم مفاهیم رو به تصاویر تبدیل میکنین، این استعداد رو دارین و در مشاغلی مثل مشاغل هنری از جمله سینما میتونید موفق باشید. استعداد بعدی کار با انگشتان و کار با ابزاره. این استعداد شبیه هوش جسمانی هاوارد گاردنر. اگر کارهای ظریف رو میتونید با انگشتان دستتون انجام بدید، این استعداد در شما وجود داره و در مشاغلی مثل طلاسازی میتونید موفق باشید. و اگر کار با ابزار مختلف رو خیلی راحت یاد میگیرید و انجام میدید، شما استعداد کار با ابزار رو دارید و در مشاغل تعمیراتی مثل مکانیکی و خدماتی مثل آرایشگری میتونید موفق باشید. نکته مهم در مورد این استعداد اینه که بعضیا ممکنه با ابزارهای ریز کار بکنن که باید در هر دو مورد، یعنی هم کار با انگشتان و هم کار با ابزار، خوب باشن و در مشاغلی مثل جراح و کارهای ظریف هنری مثل مینیاتور میتونن موفق باشن. استعداد بعدی نگاه رو به جلو هستش. اگر شما صبورید، برای رسیدن به هدفهاتون عجله ندارید و نگاه بلند مدتی دارید و یک تصویر کاملا روشن از آیندهتون دارید، این استعداد در شما وجود داره و میتونید در مشاغلی مثل پزشکی موفق باشید. و استعداد آخر استعداد واژگانه که شبیه هوش کلامی هاوارد گاردنره. اگر خوب داستان تعریف میکنید یا مینویسید، اگر خوش صحبت هستید، اگر جوک خوب تعریف میکنید، اگر نسبت به دیگران واژگان بیشتری رو بلدید و به کار میگیرید، این استعداد رو دارید و در مشاغلی مثل مجریگری، بازیگری، سخنرانی و استنداپ میتونید موفق باشید. هر کدوم از شما عزیزانی که این اپیزود رو دیدید و شنیدید، ممکنه یک یا چند تا از این استعدادها در وجودتون باشه، اما مهم علاقه است و علاقه شما مشخص میکنه که کدوم رو میخواید پرورش بدید. بنابراین در کنار استعداد همیشه علاقه میاد و مسیر درست شما رو مشخص میکنه. و به قول کن رابینسون، شما با استعداد و علاقه میتونید المنت وجودتون رو روشن بکنید و بدرخشید. این اپیزود هم به پایان رسید دوستان. امیدوارم که استعدادهاتون رو پیدا بکنید و در کنارش علایقتون رو در نظر داشته باشید و پیوند این دوتا میتونه مسیر رو برای شما مشخص بکنه. اگر سوالی داشتید از طریق کامنت ها بپرسید. منتظر اپیزودهای بعدی ما باشید و لطفاً کانال یوتیوب رو دنبال بکنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.